ایران کاهش صادرات نفت در خرداد ماه را رد می کند. آیا می توان فهمید ایران چقدر نفت صادر می کند؟ پنهانکاری مقام های ایران درباره اعدام های 67. عفو بین الملل می گوید جمهوری اسلامی خانواده کشته شدگان را تحت شکنجه قرار می دهد. و افزایش مخالفت ها با واکسیناسیون. پدر و مادرهای امروز تصوری از بیماری های همه‌گیر گذشته ندارند. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها از کاهش صادرات نفت ایران در ماه خرداد خبر می‌دهند. کاهشی که تا حدودی می‌تواند بیانگر مؤثر بودن سیاست‌های دولت آمریکا در به صفر رساندن صادرات نفت ایران باشد. وزارت نفت ایران و در رأس آن بیژن نامدار زنگنه این آمار را دروغ می‌داند و می‌گوید که ایران نفت خود را در بازارهای غیررسمی می‌فروشد، اما مقدار آن را فاش نمی کند. اما رصد کردن میزان واقعی فروش نفت ایران در شرایط تحریم تا چه حد ممکن است؟ جزئیات بیشتر در گزارش ریحانه مظاهری. تحریم های نفتی آمریکا و روسهای سخت ایران و در رأس آن وزارت نفت این کشور. آمارهای منابع صنعتی و شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد که فروش نفت ایران از 2,700,000 بشکه در روز پیش از تحریم‌های آمریکا به حدود 300,000 بشکه در روز افت کرده. کاهشی بی‌سابقه که البته مسئولان وزارت نفت آن را تکذیب می‌کنند. کاهش صادرات نفت ایران همزمان با افزایش تنش در تنگه هرمز در حالی است که پالایشگران آمریکایی فروش نفتشان را به برخی مشتریان ایران افزایش دادند. از جمله چین و هند که حالا پس از روسیه و عربستان برای تامین باقی مانده نفت مورد نیازشان سراغ آمریکا آمدند. اداره گمرک چین گزارش داده که میزان واردات نفت این کشور از آمریکا در ماه مه 186,000 بشکه در روز بوده. 65% بیشتر از واردات این کشور در سپتامبر گذشته. این در حالی است که میزان خرید نفت چین از ایران در سه هفته اول ماه ژوئن تنها روزی 190,000 بشکه در روز بوده. میزان واردات نفت این کشور از ایران تا قبل از لغو معافیت‌ها 450,000 بشکه در روز بود. هند هم طی 7 ماه گذشته میزان وارداتش را از آمریکا 4 برابر کرده، این در حالی است که واردات نفتش از ایران 48% کاهش داشته. ایران پیش از آغاز تحریم‌های آمریکا همواره گفته بود امکان کاهش صادرات نفتش وجود ندارد و راه‌هایی برای فروش آن دارد. تأثیر خروج آمریکا از برجام این بخش هایی از صحبت های وزیر نفت ایران در اردیبهشت ماه سال گذشته. من معتقدم با خروج آمریکا از برجام اتفاقی برای قابل ذکری برای ما نخواهد افتاد در صادرات نفتمون، میعاناتمون و درآمدهای ارزی کشور انشالله همونی که در بودجه هست تامین خواهد شد. فروش در بازار خاکستری یکی از راه‌هایی است که وزارت نفت ایران می‌گوید در شرایط تحریم از آن استفاده می‌کند. اطلاعات شرکت‌های ردیابی کشتی‌های نفتی نشان می‌دهد که نفتکش‌های ایران در سه هفته اول ماه ژوئن روزانه حدود 237,000 بشکه نفت را در مسیرهای امارات، ترکیه، سنگاپور و سوریه جابجا کردند. مقصد نهایی این محموله ها مشخص نیست، چرا که این نفتکش‌ها با خاموش کردن سیستم سیگنال‌دهی خود قابل ردیابی نیستند. کاهش صادرات نفت ایران در بیش از یک ماه گذشته و پس از لغو معافیت‌های آمریکا موضوعی غیر قابل انکار است. در این میان فشار اصلی نه بر خریداران بلکه بر ایران است که هدف‌گذاری بودجه امسالش را بر مبنای صادرات روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت تنظیم کرده. هدفی که حتی در صورت فروش اندکی نفت بیشتر در بازار غیررسمی یا به قول خودشان خاکستری به نظر نمی‌رسد محقق شود. ریحانه مظاهری، BBC. چهارشنبه گذشته روز حمایت از قربانیان شکنجه در سراسر جهان بود. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که در سه دهه گذشته به شکل سازمان‌یافته‌ای خانواده زندانیان سیاسی را که در سال 1367 اعدام شدند تحت شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی قرار داده. این سازمان نوشته مقام‌های ایران از افشای حقایق اعدام‌ها خود داری می کنند و چرایی زمان و مکان اعدام ها معلوم نیست. مسعود آذر نگاهی کرده به این گزارش. گفت که تو پدر نداری. قشنگ تو ذهنم هستش که دنبالش می دویدم و می گفتم که نه تو دروغ میگی.
احسان قرایی از پدرش میگوید از اعدام شده های دهی 60 و روزهای پر از اندوه و درد. خاطرات آن روزها برای بازماندگان شاید حالا خاکستری است، اما آتشی زیر خاکستر است. با دمی زنده می شود و اندوهی که تمامی ندارد. و مسئله دیگه هم که اینجا ناقص هست این هستش که دلیل مرگ رو قید نکردن اینجا. آنهایی که اعدام شدند و رفتند یک قصه دارند و بازمانده ها سرنوشتی دیگر. امروز روز حمایت از قربانیان شکنجه است. خانواده ها و کسانی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم قربانی شکنجه شدند. بیش از 3 دهه از اعدام های سال 67 می گذرد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای نوشته که مقام های حکومت ایران با خانواده های هزاران زندانی برخورد های بیرحمانه داشته و شکنجه روانی خانواده قربانیان دهه 60 همچنان ادامه دارد. جلوگیری از کشف حقیقت و ابهام ها در مورد آنچه آن روزها گذشت هنوز که هنوز است مثل خوره بازمانده ها را آزار می دهد. درباره اعدام های دهه 60 روایت هایی منتشر شده. حکمشون اعدام بوده، بعد از جریان مرصاد جدا از گزارش هایی که وجود داره که اینها هماهنگ بودن، تبانی کرده بودن با جریان مرصاد و حتی به زندانبان ها گفته بودن که ما زندانی ما خواهی بود، از اینا اصلا کاری به اینا هم نداریم. مثلا اینها حکمشون حکم اعدام بوده، در این حال دوباره محاکمه شدن. امام دستور که داد نگفت همشونو، امام گفت بررسی کنید اونایی که سر موضع هستند. سر موضع یعنی چی؟ شاید نسل جدید سر موضع رو ندونه یعنی چی. سر موضع هستن یعنی شما هم اون تو شورش کنید، همه رو بکشید بریزیم حکومت رو بگیرید. انتشار نوار صوتی دیدار آیت الله حسین علی منتظری قائم مقام وقت رهبری با اعضای کمیته‌ای که مسئول اجرای احکام اعدام‌ها بودند، از جمله مصطفی پور محمدی و ابراهیم رئیسی، نوری بر این پرونده تاباند. به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسن. به نظر می رسد که مسئولان وقت قضایی و مجریان اعدام ها تمایل چندانی به روشن شدن موضوع ندارند. ما بله قاطعیت نشون دادیم و باید افتخارم بکنیم. من الان اعلام می کنم. اگرچه کسانی مثل روح الله حسینیان معتقد است که باید به مجریان مدال داد و اگر لازم باشد دوباره همان کار را می کنیم. تجربه رو پشت سر گذروندیم و مسائلی رو از با چشم خود دیده ایم، قاطع تر از پیش اقدام خواهند کرد. مقام های وقت جمهوری اسلامی همیشه گفتند که اعضای سازمان مجاهدین خلق را به اتهام محارب اعدام کردند و حرفی از اعدام مخالفان چپگران نمی زنند، کسانی که متهم به مرتد بودن شدند. اعدامیانی که مکان دفنشان معلوم نیست و روشن نیست که به چه جرمی از زندگی محروم شدند. سنگینی اون غم رو حتی منم احساس می‌کردم. مسعود آذر، بی بی سی. شمار قربانیان سرخک در اروپا طی 1.5 سال گذشته به بیش از 90 نفر رسیده. در همین مدت 100,000 نفر در 47 کشور سرخک گرفتند. بیماری که سالها بود در کشورهایی چون بریتانیا یا آمریکا ریشه‌کن شده بود. سازمان جهانی بهداشت علت اصلی این پدیده را افزایش مخالفت‌ها با واکسیناسیون اعلام کرده. آنطور که همکارم امیر پیام در گزارشش می‌گوید، اخبار جعلی یکی از علل اصلی رواج این باورهای غلط بوده. تصاویری تاریخی از واکسیناسیون همگانی در برابر آبله و سرخک حدوداً 70 سال پیش در بریتانیا و آمریکا. آرشیوها سالهاست که درخواستی برای بیرون کشیدن این تصاویر دریافت نکرده بودند، اما طی 1 سال گذشته با بازگشت سرخک به بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا مشتریان جدیدی برای این تصاویر دست پا شده.
در آمریکا تعداد مبتلایان به سرخک از مرز 1000 نفر گذشته. 30 ایالت آمریکا وضعیت فوق‌العاده بهداشتی اعلام کردند. برای درک چرایی و چگونگی بازگشت سرخک به یکی از این ایالت‌ها رفتم. شکی نیست که در عصر پیشرفته ای زندگی میکنیم، اما یکی از معایب این عصر اینه که جهان جایی کوچکتری شده. یعنی شما میتونید آدمها رو بگذارید توی هواپیما و ظرف 12 ساعت به هر نقطه جهان که بخوان برن. شیوع دوباره سرخک در آمریکا هم متاثر از همینه. یعنی بیشتری کسایی که به سرخک مبتلا شدن یا به کشورهایی که سرخک شیوع داشته سفر کردن و یا اهل و ساکن اونجا بودن که به آمریکا اومدن. دردسر ما با سرخک اینه که یه دوره پنهانی 12 روزه داره و به شدت واگیر داره. بیمار حتی تا 3 روز پیش از اینکه خودش با خارش و بیرون ریختن دونه ها روبرو بشه میتونه اون رو به دیگران منتقل کنه، در حالی که خودش فکر میکنه فقط سرما خورده. بخش اعظم کسانی که اخیراً سرخک گرفتند اونهایی هستند که واکسن نزدند. در حقیقت تعداد کسانی که از زدن واکسن سرخک خودداری می‌کنند در 15 سال گذشته در آمریکا 3 برابر شده. قضیه زدن یا نزدن واکسن نیست. موضوع حق انتخاب ماست. در طول همین سالها کارزارهای مخالف واکسیناسیون هم صداشون بلندتر و بلندتر شده. It was like a miracle when in the late 50s the vaccine became available. 50 سال پیش اومدن واکسن مثل یه معجزه بود. یادمه که همه تو صف می‌ایستادیم تا واکسن بزنیم. تو اون دوران میزان مشارکت مردم خیلی بالا بود. اما آیا همه از دانش پشت واکسیناسیون سر در می‌آوردن؟ احتمالاً نه. حالا بعد از 50 سال این همه اطلاعات در اینترنته و مردم میتونن بخونن و با هم بحث کنن. برای همینم فکر میکنم سر موضوعاتی مثل واکسن دیگه هیچ وقت به اون میزان همراهی مردم نخواهیم رسید. اینجا در دانشگاه خصوصی میلیکن شهر دیکیتور ایالت ایلینوی، پزشکان، اساتید تاریخ، الهیات و روزنامه نگاری نشست خودمونی با دانشجویان برگزار کردند تا به ریشه های مقاومت جدید والدین در برابر واکسیناسیون بپردازند. بنابر گزارش رسانه‌های آمریکا، بخش بزرگی از کسانی که اخیراً سرخک گرفتن عضو جوامع کوچکی از یهودیان ارتدوکس این کشور هستند که گفته میشه بنابر باورهای مذهبی از واکسینه کردن کودکان خودشون سر باز میزنند. نه در یهودیت و نه در حقیقت در هیچ کدام از ادیان توحیدی چیزی برای مخالفت با واکسن وجود نداره. زمان اونها واکسن هنوز درست نشده بود، بنابراین در اصول الهیات خودشون نمیتونستن به واکسن اشاره کرده باشن. تنها چیزی که شاید بشه در الهیات پیدا کرد هراس از غریبه و عنصر خارجیه. اینکه یکی بخواد بیاد و به پیروان یک دین بگه چی کار کنند. این ترسیه که همیشه وجود داشته. خیلی ها با استفاده از این ترس جوامع مذهبی و متعصب را همراه خودشون میکنن. کمپین های ضد واکسن هم از همین قضیه استفاده میکنن. مثلا این باور که چون دولت پشت چیزیه پس حتما اون بده. اینجا بعضی از کارشناسان نبود کنترل بر فضای شبکه‌های اجتماعی و در کل رسانه‌های اینترنتی رو بستری برای رشد نظری‌های توطئه و نشر اخبار جعلی پزشکی می‌دونند. We have to do a better job of teaching people exactly what form of media they're getting. ما باید بیشتر تلاش کنیم تا دانش رسانه‌ای مردم رو بالاتر ببریم. موضوع اینه که روزنامه‌هایی مثل نیویورک تایمز، واشنگتن پست یا مثلا شیکاگو تریبیون معمولاً اطلاعات خوب و دقیقی منتشر می‌کنند. اما همزمان شما می‌بینید که در اینترنت مثلا یک کسی به اسم تامی اومده و اخبار سلامتی منتشر می‌کنه. کسی که نه تخصص و نه سابقه این کارو داره و نه منبع و تحقیق معتبری پشت نوشتش هست. اما مخاطب فرق این دو رو نمیدونه و به این نوشته هم به اندازه یک منبع خبری معتبر اعتبار میده. اما چاره چیه؟ منکران واکسن رو چگونه باید نهی از منکر کرد؟ وقتی با کسی که درباره فایده واکسن تردید داره حرف میزنین، پای آمار و ارقامو وسط نکشین. چون گفتن این که فلان بیماری 1 در 1000 شانس داره یا نه، برای اون فرد که ممکنه بچه خودشو همون یه قربانی فرض کنه جواب نمیده.
ما میتونیم با اشاره به تاریخچه موفق واکسن آدم‌ها رو درگیر بحث کنیم، اما دقت کنید که موضوع برنده و بازنده شدن در بحث نیست. هدف درگیر کردن همه در مبحث چگونگی ارتقای کیفیت زندگی بشره. به تبع اونچه که از اساتید و کارشناسان اینجا شنیدم، در چند روز آینده به گوش کنار ایالت ایلینوی میرم تا با چند نفر از کسانی که زندگی اونها مستقیماً متأثر از واکسن شده صحبت کنم، بلکه با درک قصه اونها کمتر به تکرار تصاویر آرشیوی یا اعداد و ارقام نیاز پیدا کنم. امیر پیام، بی بی سی، شهر دیکیتور در ایلینوی. وزارت صحت افغانستان گفته که در 6 ماه گذشته نزدیک به 200 کودک در افغانستان از واکسن فلج اطفال محروم ماندند. در این 6 ماه 10 مورد فلج کودکان ثبت شده که بیشترشان در جنوب افغانستان بوده، مناطقی که ناامن و تحت کنترل طالبان است. افغانستان در کنار پاکستان و نیجریه یکی از تنها 3 کشوری است که در آنها بیماری فلج کودکان هنوز ریشه‌کن نشده است. جزئیات بیشتر از نسرین نوا، خبرنگار ما از کابل. قطره نجات. این قربانی پولیو کمرش را بسته تا کودکان مثل این زندگی راحت تری داشته باشند. خانه به خانه پیغام تندرستی میبرد. دیگران را از تلخی سرنوشتی که نریختن یک قطره واکسن به کام کودکانشان رقم میزند با خبر میکند. زنی خلق دست فکر که دست دقل هوایی چی وای دست من مشمن. بعضی مردم فکر میکنند که واکسین زدن باعث میشود فرزندانشان رو به عیاشی بیاورند. خلاصه برداشت های عجیبی دارند. من با آنها میگویم پدر و مادر من هم اینگونه فکر میکردند که من فلج شدم. موقعی که من یک فرم دیدم، نه تنها در مناطق دوردست و در میان نسل قدیم افغانستان، بلکه در میان افراد تحصیل کرده و شهرنشین هم باورهای منفی درباره واکسن زدن وجود دارد. فکر میکنم موارد خاص وجود داره، ضعف عقل، ناتوانی، عدم کنجکاوی، خشن شدن، سلطه طلبی، تمامش عوامل است که پیش خودم می ثبت شد. در ولایت غزنی، مرکز افغانستان، کم نیستند خانواده هایی که به واکسن مشکوکند. حالا دولت دست طلب همکاری به عالمان دین دراز کرده. این عالم دین پس از گذراندن یک سفر آموزشی از طرف وزارت صحت نظرش تغییر کرده. ما قبل از رفتن در حالتی بودم که شکی بودم. نه واکسین رد کرده میتونستم و نه هم قبول کرده میتونستم. از یک طرف اهمیتش شنیده بودیم، به می خاطر رد کردن میتونستم، و از طرف دیگر در این مورد صحبت های بعضی مردم را شنیده بودیم، مثل که غیرت ناموسی را از بین میبره، یا مثلا در بین انسان و در وجود انسان ماده بی حیایی را به وجود میاره. ولی تمامش به نظر ما افواهات هست دیگر. متاسفانه که هنوزم یک پرابلم است. موانع تطبیق واکسن تنها نبود آگاهی نیست. سنگ های زیادی سر راه این برنامه است. در یه آخر تعدید ها بیشتر شده و مخالفین دولت تقریبا از 4 ماه به این طرف سر تطبیق پروگرام واکسین یک مقدار بندش ها را وضع کردن که 9 واقع از امی از جمله 10 واقع این جایز که متاسفانه اونجا کاملا ناامن است. وزارت بهداشت افغانستان میگوید در 6 ماه نخست امسال 10 مورد فلج کودکان را ثبت کرده. 4 مورد در اروزگان، 3 مورد در هلمند، 2 مورد در قندهار و 1 مورد در کنر. آماری شبیه نیمه اول سال گذشته. در کل سال گذشته نزدیک به 1 میلیون کودک از واکسن فلج کودکان محروم ماندند. در افغانستان برای بسیاری حذف نام این کشور از جمع 3 کشور که هنوز پولیو دامنگیر کودکان است یک آرزوست. نسرین نوا، بی بی سی، کابل.
در یونان، یکی از کشورهایی که میزبان پناهجویان زیادی است، اولین تیم فوتبال پناهجویان زن با هدف سرعت بخشیدن به جذب زنان در جامعه به راه افتاده. تیمی که بیشتر اعضای آن را پناهجویانی از ایران و افغانستان تشکیل می‌دهند. عده‌ای از بازیکنان این تیم برای همکارمان کاوه مشکات از داستان تشکیل این تیم و بازی در آن گفتند. سغرا هستم از ایران. خیلی حس خوبی دارم که الان اینجام و دروازه‌بانی رو دوست دارم. به واسه که به من گفتن جایی هستش برای فوتبال که خانوما میتونن بازی کنن، خیلی کنجکاو بودم که کجا هستش و فلان اینا، که آدرسش رو پیدا کردم و الان که اینجا هستم خیلی خوشحالم. من سارا هستم، 23 سال دارم، از افغانستان. من از طریق یکن دوستان با این دوستای اینجا آشنا شدم. خیلی خوشحالم. تو ایرانم دوست داشتم فوتبال بازی کنم، منتها من نرفتم چون باید حجاب داشته باشی. من همچین چیزی رو قبول نداشتم. الان اومدم اینجا خیلی راحتم، خیلی راحت با بچه‌ها دوست شدم، راحت میام توی زمین بازی می‌کنم. تو افغانستان همچین اجازه ای نمیده، ولی اینجا نه، اینجا مرد و زنها یکی هن، همه اجازه بازی دارن. سالتا کاترینا، مدیر برنامه ورزش برای حمایت مرکز المپیک صلح هستم و ما در زمین تمرین تیم هستیا، اولین تیم فوتبال پناهجویان زن در یونان هستیم. هستیا اسم یکی از خدایان یونانیه که سمبل گرما، معماری و خون است. ما این اسم رو انتخاب کردیم چون می‌خواستیم تیم هستیا جایی باشه که ما در اونجا بتونیم آرزوها و اهداف این زنان رو جا بدیم. پنج ماهه که رسیدیم آتن، راه خشکه اومدیم، خیلی راه سختی بود. نزدیک به 8 ماهه که در حال سفر و مهاجرت هستیم و اینکه ما 3 برگه گرفتیم و پیوندی هستیم از طریق پسرم، ولی هنوز برای ما نه جوابی دادن، نه خونه ای دادن، نه کارت بانکی دادن، هیچی ندادن. من میشه گفت الان 3 سال اینجا، مشکلاتی که توی ایران داشتم و ناچار شدم که خودم دخترمو بردارم. راهی که میخواستم بیام از ایران تا یونانشو، میشه گفت تا ترکیه، و قانونی اومدم و از ترکیه به اینور خیلی سختی کشیدم و راه قاچاق اومدم. زنان پناهجو ترجیح میدن در لاک خودشون باشن. اونها انگیزه برای بیرون رفتن از کمپ یا جایی که در اون زندگی میکنن رو ندارن، ولی فوتبال باعث میشه اونها بیرون بیان و انگیزه پیدا کنن و همینطور به سلامتی اونها هم کمک میشه. تو این فوتبال دوست دارم که ادامه بدم، با بقیه کشور رو اجازه داشته باشیم بازی کنیم، جلو بریم. خیلی حس قشنگیه وقتی توی زمین با بچه ها هم سنای خودمون با خانوما بازی میکنیم. ما یکی از تیم‌هایی بودیم که به جام جهانی اهداف توسعه پایدار کوپنهاگ راه پیدا کردیم. 25 تیم تو این مسابقات شرکت داشتن، اما مهمترین مشکل ما این بود که بازیکنان تیم مدارک سفر نداشتن. اول می‌خواستیم از رقابت‌ها کنار بکشیم، ولی در نهایت تصمیم گرفتیم هر جوری هست به اونجا بریم. با ترکیبی از داوطلبان بین‌المللی و یونانی به مسابقات رفتیم و نماینده پناهجویانی شدیم که نتونستن در این مسابقه‌ها شرکت کنن. از اینکه نتونستیم بریم ناراحت بودم، خیلی ناراحت بودم. خب ما اجازه بازی نداشتیم، واقعا حق ما بود، میرفتیم بازی میکردیم، تمرین دیده بودیم. دوستا رفتن، خیلی خوشحالم که بردم بازی رو. اینکه دیگه اصلا نمیتونم چجوری واسه تون توصیف کنم اون لحظه که برنده شدن، اصلا یه چیز خیلی فوق‌العاده‌ای بود واقعا واسه ما.
فکری هیچ چیزی تو مغزم خطور نمیکنه. یعنی ریلکس میام بازی میکنم با بچه‌ها که حرف میزنم، کلا اصلا دیگه ریلکسم، دیگه هیچ احساس میکنم هیچ مشکلی ندارم. فوتبال یاد گرفتیم که متحد باشیم، تیم باشیم، پشت همو خالی نکنیم، هوای همو داشته باشیم. فوتبال جدا از اینکه بختمون رو پر میکنه، خیلی چیزای دیگه هم بهمون یاد میده. من الان نزدیک به 6 ماهه که پسرم رفته سوئد، ازم دوره، خیلی ناراحتم، دلم خیلی براش تنگ شده، دوست دارم که برم پیشش یا اون بیاد حداقل دیدن من، و من یه عکس ازش دارم، میتونم بیارم نشون بدم یه لحظه. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.